زنبلوغ هم بذارین صحبت کنه. زنبلوغ، من سوالی که از آقای گلن کرده بودم در مورد مفاهیم این شورای ملی که ایشون فرمودن که جدایی دین از دولت و مفاهیم دیگه، من سوالم این بود، گفتم خب اینا رو ما توی مثلا لایسیته داریم، توی سکولاریزم داریم، خب چرا بیاییم بریم مثلا بچسبیم به یک چیز جدیدی که حالا معلوم نیست مثلا آخرش هم چی بشه، که ایشون گفتن خب شما بیا برو عضو مثلا فلان گروه یا حزب بشه. آخه بحث من این نیست که من میخوام برم عضو کجا بشم، من بیشتر من کارم نقده، من مثلا کار سیاسی هم نمی کنم، سیاسی هم نیستم، عضو هیچ گروهی هم نیستم، ولی و از حالا مثلا بحث مجاهدینی خلقم که هست اینه که خب من دارم نقد میکنم، میگم آقا ما این سوالا رو داریم نقد میکنیم، ما طرفدار هیچ کس هم نیسته، ولی خب شما جواب سوال من ندید که چرا وقتی یه چیزی وجود داره بیایم بریم مثلا یه چیز در واقع همونا رو برداریم فقط اسمش عوض بکنیم. یه مثالی هم که میزنن میگن آقا وقتی دوچرخه وجود داره چرا بریم دوچرخه رو اختراع بکنیم؟ اگه میشه اینو به من جواب بدید لطفا. خب حرفت کاملا درسته، یعنی بحثت اینه که مجاهدین هم بحث اصلیشون اینه که این حرفایی که ما میزنیم الان نگفتیم، تاریخ مجاهدین بیشتر از 50 ساله، ما از اون اول شروع کردیم و کسان دیگه که بعد از ما اومدن باید جوابگو باشن که اگر مجاهدین رو نمیپذیرن به چه علتی رفتن که مثلا حزب جدید رو زدن. ولی من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، ولی یه انتقادی که من از شما دارم اینه که انسان متمدن باید در سرنوشت سیاسی خودش شرکت بکنه. شما نمیتونی بیایی بگی که من آدم سیاسی نیستم، یعنی آدم سیاسی نیستیم ببخشید، یعنی اینکه من اصلا در سرنوشت دیگران هیچ نمیخوام مشارکتی داشته باشم، الان اهواز داره میسوزه به من هیچ ربطی نداره، من سیاسی نیستم، میخوام برم کنسرت فلان خواننده رو گوش کنم. اینا به نظر من چیزه. بعدم این هست که مثلا شما بیای اینجا حالا بگی به من جواب بده. زنبلوغ منظورش این نبود، ولی به نظر من من منظورم دقیقاً همین که آرمین جان گفتن، منظور من این نیست که من در سیاست هیچ گونه نقشی ندارم، وقتی من میرم توی انتخابات شرکت میکنم یعنی من توی سیاست نقش دارم، ولی منظور من این بود که من جزو هیچ گروه یا حزب سیاسی نیستم. به عنوان یک سیاستمدار من هیچ وقت دوست ندارم برم کار بکنم، و اینکه حالا در اهواز داره چه اتفاقی میفته، آخه اینا مسائل سیاسی نیست. وقتی اهواز تشنه است، خوزستان تشنه است، اینا مسائل سیاسی نیست، اینا مسائل انسانیه. و ما همیشه دل ما برای نه تنها دل من برای اهواز میسوزه، من برای کشورهای دیگه هم هر جایی برای یک انسان مشکل پیش بیاد دل من میسوزه. من فقط بحث من اهواز یا خوزستان یا ایران نیست. و دقیقاً هم آرمین دقیقاً درست متوجه شد، من توی سیاست دخالت دارم، خب انتخابات باشه، انتخابات آزاد باشه شرکت میکنم و نماینده دوست دارم داشته باشم، ولی خودم به عنوان سیاست مدار نیستم که تو هیچ گروه یا حزب سیاسی من نه نیستم. ببین شما همین که رأی میدین به یه حزب سیاسی یعنی که توی مسائل سیاسی دارین دخالت میکنین، که حزب A رو میگیم بهتر از حزب B هست، این یعنی شما در آمریکا مثلا میان میگن که این شخص دموکراته، برای چی؟ برای اینکه 90% به دموکرات ها رأی داده. حالا خودش درسته که عضو حزب دموکرات کودان کود نباشه، ولی رأی دادنم شما رو با اون حزب آیدنتیفای میکنه. در ایران هم همینطور، شما میری به احمدی نژاد رای میدی جزو اصولگراها میشی، میری به روحانی رای میدی جزو اصلاح طلبا میشی، یعنی تعیین کننده میشه، یعنی تو کار سیاست دخالت کردی و هستی. ولی حالا خودت ممکنه که کاندیدای اصولگرا یا اصلاح طلب نباشی، خب اون یه بحث دیگه است، ولی این که رای بدی یعنی سیاسی هستی. ولی خدایی جواب ندادین، یعنی همین که چرا مریم حاضر نیست نقد پذیر باشه، همین که اینا قفلن، همین که اینا حاضر جوابگوی کسی نیستن، همین که اینا جرم و جنایت هایی که علیه اعضای خودشون انجام دادن، اینا رو جواب نمیدیم. میرین سراغی میخوایی یه میکنین جرم و جنایت علیه اعضای خودشون، اینو میخوایم باز کنیم، درسته؟ الان مجاهدین در کجا هستن؟
مقر اصلیشون در قلب اروپا کشور آلبانیه و در تمام پایتخت‌های بزرگ دنیا دفتر دارن، از جمله در واشنگتن در چند قدمی کاخ سفید دفتر رسمی دارن، علنی دارن فعالیت میکنن. و اگر کسی هست که جدا شده از مجاهدین هست و بتونه ثابت بکنه که اینها به یه کار غیرقانونی بر علیهش انجام دادن، میتونه بره در تمام دنیا اقامه دعوا بکنه و دولت جمهوری اسلامی با پولی که در دست داره، میلیون ها دلار بودجه مملکت رو داره خرج میکنه، حاضره که پول بهترین وکیلا رو بده که اینا اینو به دادگاه بکشن و به سیخ و سلابه بکشن. ولی یه عده از اینا غلطه. چرا؟ شما چون جرم جنایتی که مثلا تو آلبانی یه نفر انجام بده، شما اگه من دفتر داشته باشین مثلا تو آمریکا، جوریستیکشن مثلا اف بی آی آمریکا نیست که شما رو بیاد اونجا مجازات بکنه. خب چرا؟ یکی سازمان شکایت بشه. بله ببینید، شما چیزو داری میبرین، استاندارد رو داری میبرین بالا. خب اینکه میشه یک کاری کرد آیا بشه نمیشه، اولا کارهای قانونی پیش بردنش خیلی کار داره، خیلی هم طول میکشه، ممکنه جواب بده ممکنه جواب نده. خب ما معیارمون این نیست که مثلا ببینیم، ما اگه مثلا یه کسی کارهای غیرقانونی انجام داده باشه، یه کسی بیاد برای ما تحقیق بکنه، بیاد با سند به ما نشون بده که تحقیق انجام شده و ما سند داریم که اینا کارهای غیرقانونی انجام دادن، ما نمیگیم که نه، ما معیارمون این تحقیق شما و اسناد شما نیست. ما باید صبر کنیم ببینیم آیا کسی میاد از این اسناد استفاده بکنه و دفتری که شما توی کشور دیگر رو دارین رو دادگاهی میکنه. اگه کسی با اینکه ما به نظر ما مخالفان شما باید انگیزه این کار رو داشته باشن و هنوز این کار رو نکردن، بر اساس این ما این سند کارهای غیرقانونی و کارهای غیرانسانی که شما شده رو میذاریم کنار، تا اینکه یه نفر با این انگیزه کافی و با پول کافی بیاد شما رو توی یک کشور دیگه دادگاهی بکنه. این معیار خیلی عجیب غریبیه. شما اگه بر اساس این معیار بخواید استفاده کنین، خب مثلا میتونین بگین خب عربستان سعودی هم پس کارهای غیرانسانی و کارهای جرم علیه حقوق بشر انجام نداده. بر اساس این ما میتونم کشورهای خیلی من تو چندین تا کشور دموکراتیک سکولار دنیا میتونم نشون بدم که عربستان سعودی هم دفتر داره، هم کارهای تبلیغاتی میکنه، و میتونم تو این کشور و اون کشور نشون بدم که این عربستان سعودی این کارهاشون دادگاهی نشده، در صورتی که ما آمار داریم. ببین چین هم کارهای غیر دولت چین هم کارهای غیر انسانی بسیار زیاد انجام داره، در صورتی که خیلی جاها کارهای هنوز به طور حقوقی کسی تو خیلی از این کشورهای دموکراتیک و سکولار هیچ کاری علیهش انجام نشده، بعضی جاها شده بعضی جاها نشده. این معیار نیست. ما وقتی که سند یک کسی یک مؤسسه‌های معتبری به طور مستقل از هم سند میارن که کارهای غیر انسانی انجام شده، ما اون معیار هست برامون که نه به طور حتمی ولی به احتمال خیلی زیادی این گروه کارهای غیر انسانی و جرمای غیر انسانی داره انجام میده. بفرمایید. ببین چیزی که هست یه سری ادعا هست که باید این ادعاها بره تحقیق بشه و اگر در صورت ثابت شدن به مرحله برسه که هر کسی بیگناه، مگر اینکه در یک دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفه و حق وکیل و اینا محکوم بشه. ولی این دلیل نمیشه که مثلا در آمریکا هم ما داریم که مثلا یه سری از خانوما میان مثلا بر علیه یک هنرپیشه مثلا اقامه دعوا میکنن و این تو اخبارش هم پخش میشه و اینا که اینا شکایت کردن و اون شکایت بعد ثبت بشه، بررسی بشه. این اشتباهه. این حرف شما اشتباهه. این innocent until proven guilty که این نفر بیگناه تا اینکه تو قبل از اینکه تو دادگاه اثبات بشه، فقط به خاطر درس حقوق، به خاطر حقوقیه، کارهای حقوقی. خب نه، من اینو داشتم ما... توضیح میدادم، گفتم که مثلا یه سری هستن که میان از یه هنرپیشه اقامه دعوا میکنن که مثلا ایشون به ما مثلا آزار رسونده و این باید ثبت بشه، بررسی بشه و در نهایت به دادگاه کشونده بشه. از لحاظ مورد... حقوقی نه، ببینید اینو ما باید... از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ اخلاقی هم من بذارین... میگم ببینید شما اگه دو بچه‌شو میفهمم شما چی داری میگی. بذار شما اگه سند بیارین که من، خب شما مثلا بیاین توی مثلا فرض کنین که من بیام توی من برم تحقیق بکنم که سند نشون بدم که به همه به طور خیلی
علمی سند نشون بدم که مثلا آرمین یک کارای جرم جنایتی انجام داده. خب ما من و شما اگه این سندا رو نگاه بکنیم ببینیم از لحاظ علمی همه چی درست انجام شده، ما تو دنیا میتونیم بگیم که بله این جرم جنایت انجام شده، ولی از لحاظ قانونی این شخص هنوز بیگناه حساب میشه چون تو دادگاه این اینا بررسی نشده و توی دادگاه یه دادگاه مستقل کسی نیومده اینا رو بررسی کنه و تعیین بکنه که یه نفر از قانونی جرم انجام داده یا نشده. این معیاری که شما دارین میگین برای دادگاه هست که یک نفر بیگناه تا اینکه تو دادگاه اثبات بشه که اینا، ولی توی بر اساس توی فعالیت‌های حقوق بشری ما همچین معیاری نداریم. ما بر اساس سند میتونیم بگیم یه نفر گناهکاره حتی اگه تو دادگاه هم، حتی اگه یه نفر دادگاهی هم نشده. خب ما محمد بن سلمان مثلا دادگاهی نشده، ولی محمد بن سلمان خود CIA الان مدرک داریم که محمد بن سلمان توی کشتن قاشقچی نقش داشته، ولی ما بر اساس این اسناد میتونیم بگیم به احتمال زیاد بله ایشون نقش داشتن، ولی محمد بن سلمان دادگاهی نشده. این معنیش این نیست که ما باید تصمیم بگیریم که ایشون بیگناه هستن تا اینکه دادگاهی بشن. بفرمایید. خب به هر حال نتیجه عملیش چی هست؟ حالا محمد بن سلمان مثلا شاهزاده سعودی و هست و در یه مقامی هست و اینا، نتیجه عملیش در دولت خامنه‌ای هم دادگاهی نشده. خامنه‌ای هم دادگاهی نشده. دقیقاً. نتیجه عملی در کشورهای آزاد اینه که مثلا شما یک نفر میاری که مثلا حالا شما ممکنه که یادت نیاد یک کاندیدای ریاست جمهوری بود در آمریکا به اسم گری هارت که این خیلی اومده بود بالا، یه دفعه عکس و اینا در اومد که این با یه خانومی که همسرش نبوده مثلا یه رابطه نامشروع داشته و این خب خیلی بد بود و ایشون این مثال شما خیلی اشتباهه. شما دارید مثالهایی رو که مردم تو سوشال میدیا یک کسی به یه نفر تهمت میزنه رو مقایسه میکنید با سندایی که یک سری مؤسسات مستقل به طور علمی اومدن یک سری سندایی رو بررسی کردن و اینو پابلش کردن و اعتبار تمام مؤسسه‌شون رو به ریسک انداختن بر اساس اینکه یه چیزی همچین رو پابلش کردن. شما دارید اینو مقایسه میکنید به یک زنی که میاد به یه مرد دیگه رو سوشال میدیا تهمت میزنه و این ممکنه اشتباه باشه، اینو با اون مقایسه دارید میکنید. براتون بگم که براتون قابل لمس باشه، یعنی یه مثالی زدم شاید مثال خوبی نبود، ولی در مورد همون رند ریپورت مثلا به طور مشخص بخوایم صحبت بکنیم، رند ریپورت اومده یه گزارش رو نوشته و مجاهدین هم این گزارش رو پاراگراف به پاراگراف خط به خط جواب دادن و این هست که و میگن تمام این گزارشی که اینا داده دروغ محضه و ما قبول نداریم. بله ما میتونیم مهاجر ما میدونیم که این کار میکنه. ما فقط شما یه نفر یه مؤسسه که نیست که ما کلی مؤسسه مختلف داریم و اینا صداش همش مهاجر شو یکی. من در مورد رن ریپورت به طور مشخص صحبت میکنم چون تو یه برنامه دیگه من اینو از شما شنیدم. حالا این رند ریپورت یه مثال زدم از چندین تا خب حالا من تو این وقت ناچیزی که دارم که تا قبل از اینکه صدای دیگران در بیاد در مورد این رند ریپورت به طور مشخص دارم صحبت میکنم که این رند ریپورت چیز شده، هر چی که نوشتن پاراگراف به پاراگراف جواب دادن و اینو میشه آدمای مستقل برن بخونن این رند ریپورت اینو گفته، اینم جواب مجاهدین بوده. ولی در مورد این که یک Human Rights Watch حالا Human Rights Watch یک سازمانی هست که این سازمان سه وجه داره، سازمان نظامی هست، سازمان سیاسی هست، سازمان مذهبی هست. یه عده وارد میشن توی سازمان نظامی اینجا، وقتی که وارد میشن تحت چیزهای نظامی قرار میگیرن، آموزش‌های نظامی قرار میگیرن. بعد از یه مدتی طرف میگه که نه من نمیتونم چیز کنم، این کارهایی که با من آموزش‌هایی که داری میدین در حد شکنجه است و میاد بیرون. اینا رفته بودن برای یه سری از این افسرهای آمریکایی تعریف کرده بودن که آره چی شده، گفت آره این کارو به ما گفتن، این کارو به ما گفتن. افسر اصلا بهشون خندیده بود، میگفتش که ما وقتی که نیوی سیل رو تربیت میکنیم که چیز باشه، صد مقابل بدتر از این ما باید به اینا آموزش بدیم که اگر اینها در یک عملیاتی باشن نتونن که چیز بکنن. و اینا اومدن بیرون، یعنی یک عده هستن که به هر دلیلی ممکنه که طرف از طرف جمهوری اسلامی باشه، رفته اونجا چند سال میبینه نمیتونه وارد تشکیلات بشه، نمیتونه به چیز بشه، میاد بیرون به هزار یه جب ممکنه هم دروغ بگه و اینا باید ثبت بشه. نمیدونم Human Rights Watch باید بنویسه اینا همه باید ثبت بکنن. ولی آیا شما خیلی دارین وایت واش میکنین؟ رفتاری که با اینا شده توی گروه توی این مراکزشون
شما کارهایی که با اینا شده من باید حتما پس برنامه بذارم که اینا با مرور کنم، چون شما یک جوری دارین اینا جلوه میدین که اینکه حالا مثلا یه ذره باهاشون بدخوردی کرده، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. مجید تو صحبت میخوای بکنی؟ میخواستم بگم بحث و فرسایشیش کردین اصلا خسته کننده شد. شما واقعا استاد به خدا اصلا سب که درست اینا که میارن تو جمهوری اسلامی دانشگاهی هن میخوان طرفداری بکنن تو اون مایه ها، یعنی بحث رو میکشی میبری قضاییش میکنی نمیدونم، بعد از این بر اون بر مثلا مثال هایی میاری که مثلا اون مجید ما بر اساس سند صحبت کردن. اگه ببینی مشکل ما هم مشکل خیلی از ما هم شما مگه نگفتی دو تا سند داری؟ خب اون سند ها رو رو کن، باید با سند بذاریم جلوشون و همون موقع جواب بدن قبول دارن یا ندارن. این که من را قطع کنم ایشون بخوان صحبت کنن بحث خودشون میبرن به اون طرفی که دوست دارن و اون جوابا اصلا داده نمیشه. من میگم مثلا چرا این کارو کردیم، میگه جمهوری اسلامی خیلی بد. بابا من میدونم جمهوری اسلامی بد، شما چرا این کار رو کردی؟ شما چرا اینجوری با اعضای خودتون؟ من اون دفعه یه مثال زدم دوست من بابا اینجا بلند شد با دو تا بچه کوچیک رفت برای همون فروغ جاویدان عزیز برگرد. مجید جان ولی ببین ما اگه فرق قضاوت تو دادگاه و توی و قضاوت توی مثلا فعالیت های مثلا انسان مثلا حقوق بشری و اینا رو ندونیم، اگه ندونیم که یه فرق بین این که بگیم که یه نفر به یه نفر تهمت بزنه ما نباید باور بکنیم تا اینکه سندهایی که مؤسسات مختلف به طور و هم میان با سند نتیجه میگیرن و اینکه مؤسسات حرفشون با هم یکیه با اینکه از هم مستقلن، این فرقش با اینکه یک نفر بیاد تهمت بزنه اینا رو ما اگه کسی از اینا حوصله‌اش سر میره به اینا گوش بکنه، خب ما مشکلمون همینه که مردم از میخوان فقط هیجانی در با هم مخالفت بکنیم ولی حاضر نیستن بیان ببینن روش استدلال درست چی هست، چون که از این چیزا حوصله‌مون سر میره ما به همینجا به اینجا هم میرسیم. یعنی باید به این چیزا رو ما بررسی کنیم. من میگم ایشون جواب اون سوالا رو اول بدن نمیدن، بعد میان بحثو میکشیم به من نمیگم حالا بعده که آدم مثلا خیلی با قوانین آشنا بشه بدون موضوعا رو، اوکی اونا هم خوبه، ولی اول اون جوابا رو بدین. ببین شما مثلا آدم دینی میارین اینجا اول بسم الله میپره میره سر بیگ بنگ. آقا بیگ بنگ چیه؟ تو رفتی حالا اون ورشو میخوای پیدا کنی، میگه بیگ بنگ پس انجام شده، اون ور بیگ بنگ پس یکی بوده که اینو انجام داد. آقا همونی که تو قرآن بگو چرا اینو توش نوشته، این قوانین ضد بشری. خب داریم منحرف میشیم زنبالا دونه دونه. من یه دونه همکار دینی داشتم سر کار ماکادون بود، بعد این فقط هر دفعه هر چی مثلا میخواستیم استراحت بگیریم این کتاب بیبل رو باز میکرد میخون، همش این بیبل دستش بود، تو ماشین دستش بود بیاد. گفت یه بار ازش پرسیدم که چقدر اینو میخونی؟ گفت این الان سومین باره من از سر خوندم تا ته اونجوری. گفتم خب مثلا من الان دینی نیستم، اگه قرار باشه یه چیزی پیدا کنم تو میتونی مثلا الان توضیح بدی این چیزایی که خوندی چی خوندی؟ گفت من سه دفعه خوندم هنوز نفهمیدم. خیلی منحرف میشیم، منم باید یواش یواش برم حرفای آخر رو همه بزنیم، چون وسطش میمونه به عنوان یه آدم منطقی وسطش میمونه که چی باید جواب اینو بده، بعد میکشه همون چیزایی که خودش دوست داره رو میکشه وسط، جوابو نمیده. ما حرفای همه یه کتابی رو روی چت گذاشتم نمیدونم میبینی یا نه، مجاهدین خلق شکل بای ا تویستد هیستوری. این کتاب در حقیقت جواب همون رند ریپورته که لینکلن بلومفیلد نوشته. لینکلن بلومفیلد رو بزنی یه سری مقالات دیگه هم نوشته در تایید مجاهدین خلق و این تمام اون جواب این چیزایی که بر علی مجاهدین خلق نوشتن یکی یکی جواب داده با حوصله. اگر خواستی برای اطلاعات خودت تو اون طرف قضیه رو خوندی، چون آدم هستی که به نظر من
اوپن مایندد هستی، یعنی تصمیم خودتو نگرفتی و اگر اطلاعات جدیدی بیاد ممکنه که نظرتو عوض بکنی. من پیشنهاد میکنم که این کتابا رو هم بگیری بخونی. اگر خواستی من چیز هست، تو آمازون هستش، و اگر خواستی من میتونم برات بگیرم، برات بفرستم هر جا که آدرس بدی. اگر خواستی که قیمتش فکر نکنم بیشتر از $10-15 باشه. اوکی. من یه مشکلی که دارم، من یه لیست کتابی دارم که الان تعدادش رسیده به، یه نگاه بکنم تعداد لیستی که دارم رسیده به شمارش کتاب 126، همش هم به ترتیب گذاشتم کتابایی که قبلش باید بخونم، فعلا لیستم 126 تایی شده. آره خب اینه، من این منظور اینه که اگر تحت تاثیر رند ریپورت و گزارش های مثلا دیگه بر علیه مجاهدین هستی، اون گزارش ها یک طرف هست، این جواب اونا هست. Human Rights Watch هم مثلا پروپاگاندا داره میکنه. ببینید من یعنی که اونا هم Human Rights Watch که هست، من خودم با اونا تماس گرفتم، میگه که درد دل چیه، حرف چیه، حرفتو میری بهشون میگی، اونا هم ثبت میکنن. من متدولوژیشون رو مطالعه میکنم، میبینم که وقتی که اینو بیام بررسی کنم، میرم قسمت متدولوژیش، میرم نگاه میکنم متدولوژیشون چی بود. باش. ولی من چون که 3 ساعت شده، باید بذاریم همه حرف آخرشون رو بزنن. زنبلاغ خیلی منتظر بود. زنبلاغ حرف همه حرف آخرش، جمله های آخرش. زنبلاغ، بعدم قاسم، بعدم مجید، بعدم من هیچی، فقط میخواستم همون حرف تو رو دوباره تکرار بکنم که اگر کسی حالا هنوز دادگاهی نرفته، دلیل بر این نیست که مجرم نباشه، اینم هست. مثلا خب خیلی هم دادگاهی نشدن، خودت هم اشاره کردی، ولی از نظر ما اینا مجرمن. و البته اینا منظور ما این نیست که از نظر ما مجرم نباید دادگاهی بشن، باید برن دادگاه دادگاهی بشن، ولی تا موقعی که حالا هنوزم دادگاه نرفتن، ما بهشون چیزی نداریم، اعتبادی نداریم و دوست داریم که توقعا دادگاهی بشن. ولی خب استفاده کردیم. من تشکر میکنم از آقای گلن، از آقای مجید، قاسم، رایان و آرمین جان عزیز. مرسی. ممنون زنبلاغ جان. قاسم، حرف آخر؟ قاسم هستی؟ هستم. من فقط میخواستم تشکر کنم از آقای گلن که 3 ساعت نشستن اینجا صحبت کردن، سبی وقت گذاشتن. امیدواریم بازم بیان، همینطور با حوصله جواب بدن. و فقط توی لایو چت میخواستم بگم به ایشون توهین نکنین، چون من پاک میکنم. ما همیشه داریم میخواستیم مسلمونی مجاهدی کسی بیاد صحبت کنه دیگه، حالا اومدن دارن صحبت میکنن. مرسی، خسته نباشی. قاسم، به من ادمی فکر نکنم پاک نه، ما توهینا رو هایلایت نمیکنیم، ولی فکر کنم پاکشون نکن، چون من میخوام ببینیم چون... که نه ببخشید، ما هایلایتش نمیکنیم. بگو من میگم چون ممکنه بهش، حالا نمیدونیشون، ممکنه بهشون بر بخوره دیگه نخوان بیان، از این نظر میگم. ولی من توهینایی که توهین که همه رو پاک نمی کنم، توهین هایی که الفاظ رکیک توش باشه پاک می کنم فقط. نه خب رکیک ها رو ما میخوایم من لایف چت رو دوست دارم ببینم که نحوه حرف زدن مردم مثلا چه جوریه تو لایف چت ما. من فکر کنم مهمونه که پاک شده ببین که لفظ رکیک توشه دیگه، چون ممکنه باعث بشه که این مهمون دیگه، این مهمون کسیه که مثل ایشون زیاد نمیاد. من خودم شخصا من میگم مهمون اگه درخواست داد که برداریم، اگه درخواست نداد بذار باشه که ما اینجوری بهتر باشه. بریم سراغ مجید، بعدم آخرش گلن حرف آخر رو بزن. مجید، منم تشکر میکنم از آقای گلن. امیدوارم که این جوابایی که برای این سوالایی که ما از شما کردیم، جواباتون که اصلا قانع کننده نبود، ولی این مال یه چیز عمومی ها. شما الان ببین تنها نشستی، چند نفر دورت اومدن در مورد این تو لایف چت، که حالا خیلی هم کار. من با قاسم موافقم، من میگم هر کسی بی ادبی کرد باید پاک بشه. آقا بیا حرفتو بزن، حتما باید فحش و فضیحت باشه تو این، یاد در باید بگیریم به خدا. اصلا همه آدمای بی ادب باید پاک بشن، افتضاح کردن. والله به خدا هر سایتی میریم داریم فوتبال نگاه میکنیم، مثلا فلان خامنه‌ای. آقا اصلا الان ربطی داره به موضوع؟ بعدم اینجوری تو مثلا چی
منفیتر میشه. اون حرفت اصلا کسی نگاه نمیکنه، یه اصلا فوچه رو نگاه میکنه. حرفت چی کار داره؟ تو میخوای حرفتو بزنی، حرفتو بزن. بعدش هم تشکر میکنم، خیلی من دوست دارم مثلا اینجور بحثایی که مثل آقای گلن بیان از یک سازمانی که واقعا در اقلیتی، واقعا از لحاظ اجتماعی در اقلیت افکارشون بیان جواب بدن. آخه چرا آقای گلنی که در آمریکا زندگی میکنه چرا باید طرفدارش بشه؟ اونجا نمیبینه، این دنیای آزاد رو نمیبینه. چجوریه که مثلا من باید بیام برم طرفدار مجاهدین بشم؟ بعد میگم شما یه فکتی به من بگو که آره به این دلایل نمیگی، نداری، بعد سوالا رو هم جواب نمیدی. تشکر. خودت هم خیلی دوست داریم آقای گله، قیافتون خیلی برای من بالا. منم تشکر میکنم از شما و واقعا این بحثا برای من آموزنده بود و مخصوصا از آرمین که خب برها زحمت کشیده و شما هم که چهره نمایی کردین، این به نظر من خیلی مؤثره تو روابط دو نفر که مثلا من به جایی که به یک نمیدونم حیوان وحشی نگاه بکنم که داره به من حمله میکنه مثلا با یه قیافه چیز باشه. البته اونام که چهرهشون نبود حیوان وحشی نه، خب میتونه مثلا یک حیوان خیلی ترسناکه، ولی برها من مطلبی که میخواستم بگم، مثلا من الان تقریبا 40 سال ازدواج کردم، درسته؟ و خب دوستای مشترک با خانمم دارم، ولی خب اونا تو دوستای خودشون مثلا وقتی که میره بحثاشو فرق میکنه، تو دوستای من فرق میکنه و اینا. اینه که مثلا شما باید چیز رو در نظر بگیری، جمعیت رو در نظر بگیری. تو این جمعیت که من اومدم، درسته من اقلیتم و شما اکثریت هستی، ولی برعکس اگر من شما رو دعوت کنم توی جمعیت دیگه میبینی که نه، شما چرا اقلیت شدی و بقیه اکثریت هم. در مورد مجاهدین هم اینه که وقتی که پالیتیشن های آمریکایی و اروپایی و اینا نگاه میکنم، میبینم بیشترین نفرات، بیشترین تظاهرات کف خیابون های آمریکا و اروپا مجاهدین هم. پس میگن اینا که اگر هیچ طرفداری ندارن، پس اینا آدم ها که اینا که ربات که نیستن، اینا آدم های زندن که پرچم دستشون اومدن اینجا. و همین چند وقت پیش هم که این کهکشان گذاشتن 50,000 نقطه رو به همدیگه وصل کردن، این 50,000 نقطه الکی نیست، اینا آی پی ادرسه که شما میتونی راستی آزمایی بکنی. 50,000 نقطه به همدیگه وصل شده، 1,000 خورده پالیتیشن از آمریکا و اروپا فعلی و اینا اومدن صحبت کردن. اگر یه گروهی باشه که خیلی آفه، پس چرا اینقدر طرفدار داره و اینقدر آدم ها جلده. این از اون طرفداری ها بود، میخواستیم خدافزی کنیم بریم، نمیشه. اون به خاطر پوله آقای گلم، پول دارن. این که من زود بیشتر فعالیت میکنم دلیل به این نیستش که من در اکثریتم. اینی که شما میگی من با اون جمع، اون شمایی که میری تو اون جمع فکر میکنی مجاهد بیاده. آقا اینو محترم، ما باید قرار بود نه ما باید بریم 3 ساعت نه بذار بریم. ولی این پولم یه چیزی که جالبه، یه گروهی که آدم میارن از شرق آدم آوردن برای اون دفعه تو بلژیک، از شرق آدم خریدن، آفریقایی خریدن. اینا رو واسه ما نگیم آقای گلم. مجید جان اینجوری آفریقایی نگین، یه باشه ولی آفریقایی اینجوری نگیم. آقا گونم بس چیزی که بگیم سیاه خریدن، آقا میگم از کشورهای آفریقایی ولی... به خاطر اقتصادیشون مردم کشور و از طرف شرق هم رفتن آدم آوردن، از چکسلواکی آوردن، از مجارستان آوردن. دلیل نمیشه حالا چون آفریقاییش، فقط میگم چون علاوه اقتصادی پایین تر بودن تو جامعه غرب، اینا رو خریدن، اینایی که اومدن پناهنده شدن. پول دادن علیرضا نوری‌زاده اومد گفتش که اینا به هر نفری که میاد برای سخنرانی $300,000 میدن، به هر نفری که برای چیز میاد $300 میدن. یعنی 100,000 تا $300 دادن و 1,000 تا $300 دادن. لازم مهموناتون هم پول دادین. همون اینو دارم میگم. بعد این حالا اینو شما برو فکر کن دیگه، صبح هوا چیز شده، برو قشنگ تو خوابه قدم بزن. صبح شد بابا، صبح شد. اینا هیچ طرفداری ندارن، هیچ چیزی نیستن، یه گروه پیرمرد و پیرزن و اینا هستن. تو آلبانی این همه پول از کجا آوردن؟ این سوال منه از شما که فکر کن.
پولا از کجا؟ یکی صدام حسین من کنترل از دست دادم. من باید آقای من از وقت شما لذت بردم. ممنون از همه شما. تا هفته روز دیگه فعلا خداحافظ.